سرخط خبرها. کشتم میر حسین موسوی میگوید امروز ولی فقیه جایگاه مشابه شاه در کشتار میدان ژاله دارد. ادامه اعتراض‌ها در عراق با وجود اعلام استعفای نخست وزیر، معترضان میگویند خواهان اصلاحات بنیادی در نظام سیاسی اند. میر حسین موسوی از رهبران اعتراض‌های سال 88 هم با انتشار پیامی سرکوب اعتراضات اخیر را با کشتار معترضان در میدان ژاله تهران در آستانه انقلاب 57 مقایسه کرده و به حکومت ایران هشدار داده است. ریحان مظاهری گزارش می‌دهد. با گذشت بیش از دو هفته از اعتراضات در ایران، حالا معاون سیاسی وزیر کشور تمام آمار ارائه شده از سوی نهادهای بین المللی درباره کشته شدگان اخیر را رد کرد و گفته این دادستانی است که بر اساس آمار پزشکی قانونی تعداد کشته ها را اعلام خواهد کرد. عفو بین الملل پیش از این تعداد کشته های اعتراض های اخیر را دست کم 161 نفر و وبسایت کلمه هم به نقل از منابع موثق 366 نفر اعلام کرده. در 14 روز گذشته هیچ یک از مقام‌های رسمی درباره تعداد دقیق کشته‌ها صحبت نکردند، اما گسترده بودن اعتراض‌ها را هم تکذیب نکردند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه ایران گفته تنها در دو استان که نامی از آنها نبرده از 31 استان ایران اعتراض نبوده و بیشتر اعتراض‌ها هم در 3 استان اصفهان، فارس و تهران بوده. همزمان جواد کلیوند نماینده مجلس هم گفته اعتراض‌ها در بیش از 719 نقطه ایران وجود داشت و تنها در استان البرز بیش از 400 نفر بازداشت شد. بیشتر سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس تعداد بازداشتی‌ها در سراسر ایران را 7000 نفر اعلام کرده بود. خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم معترض به افزایش قیمت بنزین، انتقاد برخی فعالان مدنی و چهره‌های سیاسی داخلی علیه حکومت ایران را هم در پی داشته. پس از بیانیه‌های هاشم آقاجری و مهدی کروبی، وبسایت کلمه پیام میرحسین موسوی از رهبران معترضان در سال 88 را که از 10 سال پیش در حصر خانگی است منتشر کرده. میرحسین موسوی در پیامی معترضان کشته شده را شهید خوانده و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان را با کشتار میدان ژاله در شهریور 57 مقایسه کرده. آدمکشان سال 57 نمایندگان یک رژیم غیر دینی بودند و ماموران و تیراندازان آبان 98 نمایندگان یک حکومت دینی. آنجا فرمانده کل قوا شاه بود و امروز اینجا ولی فقیه با اختیارات مطلقه. این هم توییت پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در اعتراض به خشونت علیه معترضان. مردم صدای اعتراضشان را رساندند، اما با گلوله و بازداشت جواب کوچک و بزرگ را دادند. عده‌ای تخریبگر در کنار مردمی که فقط به وضع معیشت خیش معترض بودند قرار داده شدند. قلع و قمع مردم با جنگ جهانی و کربلای 4 مقایسه شد. به نام دین دستور زپ و شکنجه مردم در سیمای غیر ملی صادر شد. تعدادی از معترضان بازداشتی و کشته ها در جریان اعتراض‌های اخیر نوجوانان بودند. این موضوعی است که کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه خود به آن اشاره کرده. نگران افزایش خشونت در جامعه هستیم که حاکمانش با شهروندان جز به زبان زور سخن نمیگویند. نگران خانواده هایی هستیم که عزیزانشان را به دلیل یک اعتراض ساده از دست دادند. نگران دانش آموزانی هستیم که بازداشت شدند و وضعیتشان مشخص نیست. از اعتراض‌هایی که به خاطر گران شدن ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، حالا بیش از دو هفته می‌گذرد. بسیاری کشته و تعداد زیادی هم بازداشت شدند. دولت هم با انتشار تصاویری معترضان را گروهی آشوب طلب و اشرار خوانده که اقدام به تخریب اموال عمومی کردند. در آن سو اما معترضان هم با انتشار تصاویری همچون این تصویر که گفته شده معالی‌آباد شیراز است، می‌گویند تخریب اموال عمومی کار آنها نیست. ریحان مظاهری، BBC. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل ایران از استکهلم سوئد با ما هستند. خانم روستایی، در مورد صحبت‌های آقای موسوی، اینکه معترضان این در مقایسه با سال 88 خیلی عوض شدن، چقدر فکر می‌کنید اونها ارتباط برقرار بکنن با صحبت‌های کسی مثل آقای موسوی؟ با توجه به اینکه ایشون رهبر یک جنبش
سرکوب شده است که بسیاری از مردم باهاش مرتبط بودند. مردم خیلی انتظار داشتند و آرزوها و امیدهای زیادی به جنبش سبز داشتند، به مهندس موسوی داشتند، تا از این طریق ما وارد بحرانی نشیم که امروز شاهدش هستیم. من فکر میکنم اگر ایشون فعال بشن، این امکانش وجود داشته باشه و بتونن در صحنه سیاسی یک جورهایی حضور داشته باشن، من فکر میکنم که با هوادارانشون هم ممکنه تماس برقرار کنن. یک احتمال رو هم شما در نظر بگیرید به عنوان کسی که علوم سیاسی خونده و مسئول در نظر میگیره. اگر مهندس موسوی یک بار دیگه اطلاعیه داد و در واقع اجازه داده شد، در حال در فضا چنین اطلاعیه رادیکالی منتشر شد، این رو هم در نظر بگیرید که حاکمیت سیاسی در ایران از ترس آن آپشن دیگری که خارج از ایرانه ممکنه فضا رو باز کنن برای اینکه جنبش سبزی ها یا مهندس موسوی یا هوادارانشون یک کمی بتوانند فعالیت کنند. باید صبر کرد و دید در آینده چه اتفاقی میفته. وزارت اطلاعات ایران از بازداشت افرادی مرتبط با شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال خبر داده. وزارت اطلاعات گفته افرادی که برای این شبکه تلویزیونی اطلاعات می‌فرستادند و کسانی که به گفته این وزارتخانه مجری دستورهای آن شبکه برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن اماکن در استان‌های مختلف بودند، دستگیر شدند. کارکنان ایران اینترنشنال در اطلاعیه این دستگاه امنیتی و همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران در اقدامات تروریستی متهم شدند. تلویزیون ایران اینترنشنال که مرکز آن در لندن است میگوید به خبررسانی مستقل و بی‌طرفانه متعهد است. با وجود اعلام استعفای نخست وزیر عراق، اعتراض‌ها در بعضی شهرها از جمله ناصریه در جنوب کشور ادامه دارد. استعفای عادل عبدالمهدی در پی پیام آیت الله سیستانی اتفاق افتاد و قرار است فردا در پارلمان عراق بررسی شود. معترضان به فساد گسترده، بیکاری و خدمات عمومی ضعیف خواهان تغییرات اساسی تر در دولت هستند. میران جوشغانی گزارش می‌دهد. جای تنین صدای گلوله در میدان تحریر بغداد را حالا صدای پایکوبی و آتش بازی گرفته. اولین پیروزی بزرگشان را جشن می‌گیرند. نتیجه حدود 2 ماه تظاهرات خیابانی ضد دولتی در عراق، اعلام استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر کشور بود. تصمیم عادل عبدالمهدی برای استعفا در پی انتقاد آیت الله سیستانی از رفتار دولت در برابر معترضان و ناتوانیش در حل مسائل کشور با تعطیلات آخر هفته مصادف شده و از همین رو پارلمان عراق قرار است فردا یک شنبه آن را بررسی کند. کشته شدن بیش از 40 معترض در روز پنجشنبه آن روز را به خونین ترین روز اعتراضات 2 ماه گذشته تبدیل کرد. اعتراضاتی که دست کم تا این لحظه 400 کشته و هزاران زخمی داشته است. تلفات روز پنجشنبه واکنش آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان را در پی داشت. نماینده آقای سیستانی پیام او را در خطبه های نماز جمعه خواند. به نظر می رسد دولت قادر به حل و فصل وقایع 2 ماه گذشته نیست و پارلمان که دولت کنونی از آن برخواسته باید در انتخاب خود تجدید نظر کند و به آن چیزی عمل کند که به نفع عراق و حفاظت از خون فرزندان عراق است. الله اکبر! مردمی که امروز از به ثمر نشستن اعتراضاتشان خرسندند، 2 روز پیش پیکر هموطنانشان را که در اعتراضات کشته شده بودند تشییع می کردند. آنها بنرهایی در دست داشتند، خطاب به دولت و احتمالاً نخست وزیری کشور که روی آنها نوشته شده بود شرم بر تو. معترضان عراقی را عمدتاً جوانهایی تشکیل می‌دهند که از فساد سیستماتیک در دولت، بیکاری، وضعیت بد اقتصادی و البته دخالت حکومت ایران در امور کشورشان به تنگ آمدند، تا جایی که کنسولگری ایران را در شهر نجف آتش زدند. حدود 1 سال قبل هم در یک رشته تظاهرات ضد دولتی به دلایل مشابه معترضان به کنسولگری ایران در بصره حمله کرده بودند. ببینید آتیشش زدن. دیگه سفارت ایرانی وجود نداره. ما نمیخواهیم باشه. اعلام کنارگیری نخست وزیری گرچه یک پیروزی نمادین برای معترضان به شمار میرود، آنها خواستار تغییرات اساسی تری هستند. فایده نداره. همشون باید برن. معترضان میگویند تا تمامی اعضای کابینه استعفا نکنند از پا نمی نشینند.
مینا جوشغانی، بی بی سی.